گوشت ماهی با آرد تر میده آماده میشه. امیدوار هستم که شما هم کوشش کنید غذای خوشمزه را آماده کنید. در زمستان زیادتر خود سرکه که است بسیار یک طعم خوب میتش و نمک مساله یک مقدار همراه خود گوشت ماهی اضافه شده بود. قدر یک شکل خوب داره. امیدوار هستم شما هم کوشش کنید و میتونید آماده کنید، نوشجان کنید، یک مقدار گوشت ماهی را اضافه کنید. برنامه خدا برز سلام دوستای عزیز، خوش آمدید و برنامه پختاپز. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشید و امروز برتان یک غذای خوشمزه و خوشتم برتان آماده میکنیم. البته گوشت ماهی با آرد تر میده آماده میشه. امیدوار هستم که شما هم کوشش کنید غذای خوشمزه را آماده کنید. در زمستان زیادتر باید ما شما کوشش کنیم و از گوشت ماهی هفته یک روز خاقلن پخته کنیم و نوشجان کنیم. و طرز تهیه از این بسیار آسان است، بسیار زودتر پخته میشه. کسایی که آماده نکردن امیدوار هستم یک باری را آماده کنید و ببینید چقدر یک طعم خوب داره. بیان که در اول مواد لازمه ببینید: آرد 300 گرم، گوشت ماهی 2 کیلو، بانجارمی 2 عدد، مرچ دلمه 1 عدد، گشنیز به مقدار لازم، سرکه سیب 4 قاشق سبخوری، کرم به مقدار لازم، نمک و مساله ماهی به مقدار لازم. و دوستای عزیز، آستاستا خب مواد لازمه را دیدیم و خیر امروز برتان یک ماهی آماده میکنیم با آرد تر میده. کسایی که آماده نکردن یک باری آماده کنین، بسیار خوش طعم و خوشمزه است و همیشه وقت ما کوشش میکنیم که هفته یک روز در هوای سر ماهی پخته کنیم یا به یک شکل نو با سایت استایل نو برتان پخته کنیم تا شما هم بتونید راحت‌تر را آماده کنین. نیست ما را میشین وقتی دستکش را میپوشین یک بار دستکش را بشوین، به خاطر از اینکه یک گردک میداشته باشه به مخاطر دیگه کدام مشکل نداره. و حال چی خوب است که آرد بگیریم نزدیک خود بیاریم، یک قسمت آرد میمانیم و مساله نمک اضافه میشه همراه آرد. مساله بسیار کم در ابتدا، بعد از او دوباره در اخیر را میتونیم که استفاده کنیم. یک قاشق چای خوری اضافه میکنیم، اوارک با قاشق نانخوری، نمک هم و مقدار لازم اضافه میشه. خوبی را مخلوط میکنیم. هر قدر مخلوط شد خوب است تا نمک و مسالهی که اضافه کردیم یک طعم خوب و رنگ خوب میشه. قسمت هم مخلوط شد و چی خوب است که سرکه همیشه وقت ما شما در غذا استفاده میکنیم، اما در گوشت ماهی از سرکه سیب استفاده کنیم. بسیار خوب است، قسمت سرخیاش گرفتیم و خود سر ماهی که اصلا قدر گوشت نداره و ایشه من میشه وقت زیادتر دور میکنم. شما هم اگر خواستیم دورش کنین بسیار خوب است. ریزش میکنیم به اندازه و ظرف دیگه قسمت میمانیم و کوشش کنین که هر وقت ماهی را میخرین تازه تر باشه. خدا نخواسته اگر کمک دیدین که بغلای گوشت خود ماهی تا پردگکایش خراب شده بود، باز گوشت ماهی را نخرین، چرا سر از او وقت زیاد میگذره. اونم قسمتش یک کمک تو ببینین بویش کنین براتون معلوم میشه اگر بوی داد قسمت های گوشتش و تو شالیده شده بود نخره. خوب توتش میکنیم و میاندازه کلش توته شوه. و روغن هم قبلا ما اضافه کردیم در دیگ، ارادش کمتر ماندیم. آستا آستا خوب آماده شوه و خیر داغ شوه. بعد از او باز آشپزی خود ادامه میدیم. کاسه را آبکش میکنیم و در سرکه یک بار اضافه میشه به این رقم. سرکه سیب استک و همیشه وقت اگر از سرکه سیب استفاده کردین بسیار خوب از برای طعمش. یک عدد اضافه کرده و دوباره در ظرف اضافهش میکنیم. بعد از دیگه آستاستا به خیر غذای ما آماده میشه و ترکاری ها رو که شما بیرید در پالیش یک کمک ترکاری را آماده میکنیم. و اگر شما از سرکه سیب استفاده نکردین یک مقدار آب لیمو هم در خانه داشته باشین، چیزی آب لیمو شوه، یک کمکی هم از خود سرکه سفید داشته باشین استفاده کنین، بازم طعمشه بسیار خوشمزه و خوش رنگ می‌سازه. به اندازه سرکه را بگیرین که عیف نشه. قسمی که شما دیدین تقریبا حدود یک شش هفت قاشق گرفته بودم، برای 2 کیلو گوشت ماهی کاملا کفایت میکنه. چند
دیگهش مانده. یارم آماده میکنیم. این سرکه کم ذره کم شد دوستا. خیر از باز دوباره یک ذره میگیریم. امروی ازی مخلوطش میکنیم. وقتی که را آماده کردیم امروی آرد را خوب مخلوط میکنیم به این رقم. خوب مخلوط شوه و آرد جذب کنه. خود سرکه که است بسیار یک طعم خوب میتش و نمک مساله یک مقدار امروی خود گوشت ماهی اضافه شده بود. به می ترتیب کلش آماده میکنیم تا خوب یک مقدار آرد جذب کنه. دوباره بازی در روغن سرخ میشه و در روغن همقدر وقت در بر نمیگیره. تقریبا در حدود 10 دقیقه میتونیم که یک تعدادش پخته کنیم، چرا کرایی خرد است کلانتر باشه میتونیم یک بارگی هم کلش سرخ کنیم آماده کنیم. میریم ترتیب کلش آماده میکنیم ازان. و بسیاری دوستا همیشه وقت متوجه باشین که یک رنگ مایی هیچ وقت پخته نکنین، متفاوت آماده کنین. وقتی کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه خوش آمده دوستای عزیز و آستاستا بخیر. غذای ما آماده میشه، امیدوار هستیم شما هم کوشش کنید. به این ترتیب امرای آرد خوبی را که یک بار مخلوط کردین، امرای سرکه دوباره امرای آرد مخلوط میشه و آل یک بار دیگه باز امرای آرد مخلوط میشه. اما پیش از او حرارت زیادتر میکنیم تا روغن خوب داغ بیه آماده شوه. قسمی که شما میبینین آرد تقریبا 300-400 گرم بگیرین کفایت میکنه، بیشتر از او نیاز نیست که شما زیادتر آرد بگیرین. و آل آستاستا یک قسمت هایش که آب ریخته ایرا خوب خمیره کشه میکس میکنیم همراه آرد یک جای میکس شوه. و یک بار دیگه براتون میگم کسایی که اکنون با ما پیوسته 2 کیلو گوشت ماهی را گرفتیم و قسمی که شما میفهمید در آرد یک مک نمک و مسالی ماهی اضافه شده خوبی را گرد کردیم آماده شد. همراه سرکه سرکه سیب گوشت های ماهی را اضافه کردیم، همراه آرد خوب اضافه شده قسمی که در ظرف شما میبینین. حال دوباره یک توتی از ایره میگیریم در آب اضافه میکنیم به این رقم و دوباره همراه آرد. آستاستا دیگه آماده از این میشه که در روغن باز سرخ کنیم. بینیم ترتیب این ماهی را شما آماده کنین و در پالیش یک کمک از ترکاری که خوش دارین استفاده کنین دوستا. ترکاری مهم نیست که ترکاری شما خوش داشتین، مثلا بسیاری ها اصلا ترکاری را خوش ندارن، اما به خاطر تزیین هم ظرفی که شما آماده میکنین بسیار خوب است و منظم آماده میشه. و چند عددش به میره خم آماده میکنیم. اگر این را کمک با آب تر نکنیم و دوباره آرد اضافه نکنیم باز جذب آرد بسیار کمتر می باشه، گوشت ماهی قدر زیادتر دیده نشه، دیده شده بسیار کم. اضافهش میکنیم و یک عدد دیگه شما آماده میکنیم. بعد از این آستاستا یا را در روغن اضافه میکنیم. در روغن خوب سرخ شوه آماده شوه. تمام شد و آرد را در بادست ما چسبیده دوباره در ظرف اضافهش میکنیم. روغن هم باید خوب داغ باشه، هر قدر که داغ باشه بسیار منظم خوبتر غذا آماده میشه. چه خوب است که یک دانش پرتیم ببینیم با کدام اندازه روغن داغ شده. خوب است قدر داغ نیست، اما یک کمک زیادتر که داغ شد یک چند توتی دیگر اضافه میکنیم تا آسته آسته آماده شد. و آل باقی ماندهش هم آماده میکنیم. توتای ماهی را کمک کلانتر ما گرفتیم و تقریبا 2 کیلو ماهی برای یک فامیل 8 نفره و 10 نفره کاملا کفایت میکنه. ماهی خوب اگر شما زیادتر هم روشجان کنین مشکل نداره، اما از توته یک توته زیادتر خوردام نمیشه. بسیاری که بسیار علاقمند هستن و گوشت ماهی را خوش دارن و دیگه باز بسیار میگن که 1 کیلو ماهی را خطنه ما خودم میخورم، ضرورت برای هیچ کس نیست، تنها ما خودم روشجان میکنم. اینه بخیر دیگه روغن داغ شد و ماده اضافه میکنیم البته گوشت ماهی را با آرد. یک دیگر رو اضافه میکنیم. آستاستا خوب سرخ میشه. در حدود 10 دقیقه در روغن سرخ میکنیم. در 12 دقیقه بعد این آستاستا پخته میشه. 7 دقیقه یک طرفش خوب به میتون سرخ شد آماده شد. بازی در پشت رو میکنیم. دوباره در یک ظرف دیگه اضافهش میکنیم. حالا چی خوب است
باقی مانده گوشت های ماهی را به این ترتیب آماده کنیم و این قسمت ظرف اضافه کنیم. خوب است که روی تخته را باز پاک کنیم، آماده گی ترکاری را بگیریم که ترکاری ها را آستاستا ریزه کنیم. و کسایی که پیام مانده بودن گفتن برای ما یک گوشت ماهی آماده کن، امیدوار هستم برنامه را ببینن و به این ترتیب که ما آماده کردیم شما هم کوشش کنین آماده کنین و نوش جان کنین. یک بار دیگه براتون میگم همیشه وقت گوشت ماهی را که میخرین تازه باشه، می بغلای گوشت که باز کنین پردگه خواه دارم، پردایش اگر یک رقم به یک نمیداد و در پالویش شاریدگی نمیداشت بفهمید که ماهی تازه است و وقت زیادتر سرش تیر نشده. آردم که 400 گرم گرفته بودم به نمو اندازه آرد کفایت میکنه، بیشتر از او آردم اضافه نکنین. بسیار دوستا وقتی که ماهی را آماده میکنن زیادتر از آرد استفاده میکنن تا گوشت ماهی دیده هم نمیشه، اما مطابق میلتان بازم کوشش کنین که قسمی که من میگم براتون باز تمش بسیار منظم و خوبتر آماده میشه. آردم تمام شد و به من اندازه گرفته بودیم آرده، چرا اگه زیادتر آردم بگیریم اسراف میشه و قیمتی هم است. دوستان اگه که دهی چقدر آرد مصرف میشه، البته آردم قدر مصرف نمیشه و اما چیزش به اندازه بگیرین آستاستا کلش آماده میشه بخیر. این تمام شد و این ظرف ها رو در قسمت میمانیم، سرویز هم جمع میکنیم. اما پیش از این دست خدا میشه این آستاستا قسمی که شما در کرایی میبینید خوب سرخ میشه آماده میشه، مهم نیست که دفعتا اون رو شما مخلوط کنید. 4-5 دقیقه که سپری شد بعد از اون پشت روش کرده میتونید، اما دفعتا اگر پشت رو کردین اما خمیر آرد که همراهش اضافه شده خدا جدا میکنه و دوباره نیاز باز برازی هم نیست که دوباره در آرد استفاده کنید، چرا که اضافه نمیشه گرم میشه مایی نرم میکنه خدا یک کمی حرارت برسه برای مایی آستاستا خدا بسیار نرم میکنه، دوباره باز نمیتونید با آرد مخلوطش کنیم. سر تخته رو جمع میکنیم آردایشه قسمت هم این و خیر آستاستا مایی هم یک بار میبینیم چقدر یک شکل خوب داره، امیدوار هستم شما هم کوشش کنین و این ترتیبی را آماده کنین نوش جان کنین. یک مقدار روغنش هم کم انداختیم که با زیادتر اصراف نشه، اگر روغن زیاد پرتیم شاید یک کمک دیگه هم جای میشه، اما میخواییم که دو بار سه باری را پخته کنیم و آماده کنیم و چند دقیقه دیگه را میمانیم خوب آماده شوه پشت روش میکنیم. به خاطر از اینکه این طرف شام هنوز سفید است رنگ نکشیده، چهار کم رنگ کشیده، برای دو دقیقه دیگه که بانیم رنگ میکشه باز پشت روش میکنیم. تقریبا 7 توتر رو من اضافه کردیم و یک 5 دقیقه دیگه این طرف شام سرخ میکنیم، بعد از او دوباره دیگه اضافه میکنیم، وقتی کوتاه داریم دوباره برمیکنیم. برنامه برنامه خوش آمد دوستان عزیز و یک مقدارش از روغن کشیدیم و خوبم تو گرم است. چه خوب است که مصالح ماهی را اضافه کنیم بالایش. در آردم یک کمک اضافه شده اما یک کمک بالایش هم اضافه میکنیم به خاطر تعمیش. خوب است اگر نمکش کم بود دوباره میتونیم نمکش هم استفاده کنیم و در جریان وقفه یک تعداد دیگه هم اضافه کردیم. میرم پیش رو میکنیم کاملا شهر دخش شد که در جریان وقفه یار اضافه کرده بودیم و خوب سرخ شده یک طرفش شروعش میکنیم. حرارت هر قدر زیادتر باشه خوب است، هیچ وقت حرارتش هم کمتر نکنین، اما حرارت زیاد خوبتر پخته میشه. و دوستا یک دیر بازم برتون میگم که ما روغنش کمتر انداختیم تا روغن زیادتر باز عیف نشه، دوباره باز دیگه دفعه که ماهی پخته میکردیم میتونید روغن استفاده کنیم، اما در دیگه غذا باز نمیتونیم که استفاده کنیم. و حال میمانیم شد چند دقیقه دیگه که خوب سرخ شود. چه خوب است که ترکاریش آماده کنیم. ترکاری رو که آماده کنیم آستا آستا به خیلی دیگه غذا آماده میشه. بعد اشپزخانه یک ذره بادرنگ هم داشتیم و از بادرنگ هم گرفتم به خاطر تزیینش استفاده کنیم. از قسمت ها ریزش میکنیم خب باریک باریک به این اندازه کلش ریزه شود.
و یک چیز از یاد من رفته، یک کمک باید لیمو میگرفتم. خیر، یک وقت فراموش کردم میشه. اگر شما در خانه لیمو داشتین میتونید استفاده کنید. یک چند عدد لیمون هم در پالیش اضافه کنید، بسیار خوب است. و برگ کرم میگیریم، خوب ریزش میکنیم، باریک باریک هر خلاف ریزش خوب است، هم در پالیش اضافه میشه. مقدار لازم هم خواهد که ظرف ما با ترکاری تزیین شود، بسیار خوب است. نیاز برای زیاد ترکاری هم نداریم، اما وقت کوشش کنیم ترکاری و مرچ دلمه به قدر ضرورت در ظرف اضافه شود. اگر زیاد نیاز باشه میتونیم دیگه اضافه کنیم، مثلا یک ظرف دیگه اضافه کنیم و در پالیش بیاریم. اما در پالی از این گوشت مایی هم اضافه میشه، این هم شکل خلال ریزه میکنیم. یوم دیگه قسمتش و گوشت مایی رو یک بار میبینیم که زیادتر سرخ نشه. خوب رنگش آماده شده و چه خوب است که برای یک دقیقه دیگه رو میمونیم، بعد از بار از روغن میکشی میشه بخیر آماده نشه. و آل نوبت گشنیزه است. گشنیزه قدر ریزه نمیکنیم، به این اندازه ریزه شوه. و در اخیر هم بانجارمی. بانجارمی در این وقتها بسیار یک رنگ خوبه داره و بانجارمی تازه تازه میه. امیدوار هستم شما هم کوشش کنین از بانجارمی تازه در غذایتان استفاده کنین. تمام شد و گوشت ماهی را اضافه میکنیم. قسمت ها گوشت ماهی را اضافه میکنیم، دوباره اضافه میشه و یک مقدار دیگهش که در روغن است، این را مرات خاموش میکنیم و از روغن میکشیم میشه. خوب روغنهایش بریزه و این روغن شما میتونین نواسر دست نگهداری کنین. هفته یک روز اگر گوشت ماهی را پخته میکردین در این روغن، دوباره میتونین که این را آماده کنین. نیاز به این نیست که زیادتر شما روغن بگیرین و دوباره این رو اوسو کنین و باز روغن عیب شوست پیشتان. نیگه این روغن نگاه کردم میتونین در ماهی پزی ببینین که از روغن بسیار زیاد وقت استفاده میکنه، اما در روی بازار خوب از یک کمک خاک و گرد و یام است. اما این که سرد شد یک بوتلک پاک پرتین و نگهداریش کنین. بسیار منظم همیشه وقت میتونین که استفاده کنین. یک عدد بانجرمی رو ریزه کردم و یک کمک نمک هم پاش میتیم، یک ذره نمکی باشد همراه سلاتم به این اندازه. و چه خوب است که یک مقدار گوشت ماهی را اضافه کنیم. یک عدد اینجا میمونیم و یک عدد دیگه شم دقیق قسمت. امیدوار هستم شما هم بیننده برنامه خودتان هم روزه باشین. ما غذای متفاوت و مختلف برتان آماده میکنیم. ناگزیر هستیم و شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگه. خداوند نگهدار همه شما، شاد و خرم باشین.